کاندید میشن مزایا داره، مثلا یه حقوق، یه بشقاب صفره، یه کمک هزینه مسکن دیگه، چند تیکه مثلا مریخ تو بهترین جای بارسوم میدن، یه چند تا وام بلاعوض، یه چی هست. پس چرا ما در مقابل مسئولیت اجتماعی خودمون سکوت کردیم؟ من نمیفهمم شما چتون شده؟ من کجا باید برم کاندید شم؟ کجا رو باید انگوش بزنم؟ انگشت تو اون پرجوهر بود آقا جون، شما چقدر مسئولیتی شما برای تو مهمه، من نمیدونستم، ولی متاسفانه نمیشه، شما نمیتونی کاندیدا بشی چون مریخوند نیستین، به صورت قانونی نمیتونی ثبت. خب غیر قانونی میکنم من، اصلا خوراکم کار غیر قانونیه، من به خاطر انجام مسئولیت اجتماعی هر کاری باشه میکنم. آقا جون واقعا این حس مسئولیت پذیری شما ستودنیه، اما این دفعه استیاس میگه شما نمیتونین کاندیدا بشی. خب یکی دیگه از ما باید کاندید بشه، یکی که مثل من دغدغه مردم رو داشته باشه، مسئولیت پذیر باشه، مقتدر باشه، مدبر باشه. واقعا ممنونم آقا جون بابت توصیف زیباتون، ولی جواب من منفی هستش، به خاطر اینکه گوش بابا گوش، یعنی از شرایط کاندیدا شدن فقط اعتماد به نفسشو داری؟ با تمام احترامی که برای آقا جون قائلم، مرد رو چی به کاندیدا شدن؟ بفهم همینی میخواستی؟ خیلی لونا جان، تو چرا خودت کاندید نمیشی؟ از نمایندگی خوشت نمیاد؟ من از امروز نماینده شما هستم و به شما قول میدم که نماینده شایسته‌ای باشم. ما اگه نخواهیم تو نمایندمون باشی، کیو باید ببینیم؟ دندونا. اصلاً علاقه به حاشیه ندارم، من دنبال یک زندگی آروم و بدون ماجرا هستم آقا جون. خدا رو شکر. یعنی واقعاً آرزو دیگه همچین زندگی بوده؟ آقا جون میدونی من تازه تو کارم جا افتادم، یه پسر خنگ دارم، یه شوهر بیمسئولیت سر به هوا دارم، نمیکشم، نمیتونم. ببین لونا جان، یه ضربون مثل قدیمی مریخی هست که میگه پشت سر هر زن موفقی یک مرد بیمسئولیت سر به هوا نشسته. نذار به خاطر چیزهای پست و فرومایه پیشرفت زندگی تو از دست بدی. لونا یعنی تو تا آخر عمرت میخوای تو اون مسکن پیزوری بشینی، خونه بفروشی؟ نمیدونم. فکر کن